اعضای اتحادیه معلمان ولایت هرات به خاطر آنچه عدم توجه به مشکلات معلمان می‌خوانند، امروز به شورای ولایتی مراجعه کرده و نشست دادخواهی را برگزار کردند. حاجه محمد نادر صدیقی رئیس اتحادیه معلمان هرات میگوید که شمار زیادی از معلمان ولایت هرات حقوقشان را از ماه قوس تا اکنون دریافت نکردند و علت پرداخت نشدن حقوق برخی از معلمان در این ولایت را این گونه عنوان میکند. چک لیستی که از طرف مستوفیت هرات برای معارف آمده و در او خواستن که بعضی موارد و بعضی موضوعات و ریاست معارف همزمان با لای معاش بر ازنا تقدیم بکنه، یک موضوع مقرری ابتدایی هر معلم است. ما زیاد معلم هایی داریم که 40 سال میشه مقرر شدن، 35 سال میشه مقرر شدن و در شرایطی که افغانستان وجود داشته اینا سوانه فعلا ندارن، داخل معارف مکتوبی وجود نداره و بسیار مشکل هست که مکتوبا و منظوری ها زاره معارف بتن عاجل تهیه بکنه و خدمت مستفیت قرار بده و مستفیت هم معاش مطل قرار داده تا اینا ترتیب بشه و در اینجا است که معلم ما بسیار ضربه میخوره و مشکل جدی برای معلم وجود میاد. مسئولان اتحادیه معلمان هرات از اداره های دولتی میخواهند تا برای رفع این مشکل اقدامات را روی دست بگیرند. خواستم از نهادهای مسئولی است که روند کار ادارات دولتی به صورت منظم بیاین پیگیری بکنند تا اینکه یک دفعه ای هرگاه یک مشکل ایجاد میشه ضرب الاجل تعیین نکنند که تا زمانی که این اسناد تکمیل نشه ما معاش معلم نمیدیم. قطعا راه حل همینه، اما در مقطع کنونی من میخوام از مسئولین که یک فرصت بیشتر به مسئولین ریاست معارف بدن تا این اسناد ترتیب میشه معاش معلمین حواله کنند. در همین حال استادان معارف ولایت هرات که در این نشست حضور یافتند میگویند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود روند اخذ امتحانهای مشروطی و تدریس را در سال جدید تعلیمی آغاز نخواهند کرد. که او بر علاوه که او معلم سرسنف میره درس میده، خب فامیل هم دوش از اونه، او مجبوره که مشکل اقتصادی خود رفع بکنه. در صورتی که به شکایت از او رسیدگی نشه، معاش معلم به وقت زمان داده نشه، حتما معلمین به یک فکر دیگه خواهد شد. من به عنوان معلم هراتی تقاضام از کل معلمین اینه که اگر این مشکل برطرف نشه و معلمین به فقر بیشتر از این گرفتار بشن و اعتبار خود در بازار و اعتماد خود در محل از دست بدن به خاطر قرضایی که میکنن، من خواهش از اتحادیه و از تمام معلمین این که یک فکر جدی بکنن و از 15 حدود دیگه یک فکر اساسی بکنن و حداقل امتحانات مشروطی و لیاقت و سویی که به مکتبای دولتی تعلق میگیره اینا گرفته نشه. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از این نشست دادخواهی اتحادیه معلمان هرات اعلام حمایت می کنند. سید عظیم کبرزانی یک عضو این شورا خواهان رسیدگی به این مشکل معلمان توسط نهادهای مسئول شده است. باید مشکل به زودترین فرصت حل بشه. تکرار می کنم که از روند که ایجاد شده به خاطر شفافیت حمایت می کنیم، اما این نباید باعث مشکلات برای معلمین عزیز ما باشه. از حکومت افغانستان می خواهیم، از مسئولین می خواهیم که هر چه عاجلتر به مشکل معلمین رسیدگی بکنن و معاش استادای عزیز سر وقت از او توزیع بکنن. اما مسئولان در اداره مالی هرات تأخیر در پرداخت حقوق معلمان را به دلیل کمبود بودجه دانسته و می گویند که با رسیدن بودجه این مشکل حل خواهد شد. با تا جایی که مستوفیت محترم ولایت هرات معلومات خود با ما شریک ساختن، هیچ مشکلی در عرصه حواله و توزیع معاشات معلمین وجود نداره. صرف بخشی از معاشات معلمین که سال گذشته به دلیل بودجه کمبود بودجه حواله نشده بود، با مجرد مواصلت بودجه انشاءالله حواله و اجرا خواهد شد. در سایر عرصه ها اگر مشکل جدی وجود داشته باشه، مقام ولایت هرات به گونه جدی پیگیری میکنه تا مشکل معلمین گرامی حل بشه. این اعتراض ها در حالی است که معلمان در ولایت هرات همواره از عدم توجه به مشکلاتشان شکایت داشتند. باید منتظر ماند و دید که این گونه از دادخواهی معلمان و وعده های اداره محلی راه به جای خواهد برد یا خیر.